سلام به همه دوستان و عزیزان، امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب و خوش و سر حال باشه. با یکی دیگه از عجیب ترین ها در خدمتتونیم، همراه ما باشید. شماره 10، کشتی اسپانیایی آتوچا. فیشر از جویندگان طلا بعد از 16 سال تلاش تو سرزمین های مختلف، بالاخره تو سال 1985 موفق به کشف یکی از عجیبترین گنج های پیدا شده تو عمق دریا شد. کشتی اسپانیایی آتوچا تو سال 1622 با گنجینه از زمرد، طلا و سایر فلزات گرانبها از بندر کوبا به سمت اسپانیا در حرکت بود که بر اثر طوفانی سهمگین غرق شد و دیگه هیچ اثری از اون به دست نیومد. فیشر با صرف زمان و هزینه‌های زیادی دفینه باور نکردنی رو از کف دریا خارج کرد و خودشو به ثروتی چشمگیر رسوند. مورد بعدی، کشتی اسمیرالدا. کشتی اسمیرالدا تو سال 1503 تو دریای عرب گرفتار طوفانی مهیب شد و به اعماق دریا فرو رفت. تو سال 2016 چند نفر از غواصا به صورت اتفاقی بقایای کشتی رو پیدا میکنند که با بررسی‌های بیشتر معلوم شد که کشتی گمشده اسمیرالدا. پیدا کردن این گنج بزرگ علاوه بر ارزش مالی فراوان، اطلاعات زیادی از فنون دریانوردی اون زمان در اختیار باستانشناسا قرار داد. هشتمین مورد، گنج دزدان دریایی. یک گروه از دزدهای دریایی به نام انتقام ملکان تو سال 1817 در نزدیکی سواحل کارولینای شمالی به دلیل درگیری مرگبار کشتیشون غرق شد و وقتی که نیروهای محافظ دریا از نابودی کشتی دزدای دریایی خوشنود بودن، فکر نمی‌کردن که گنجینه گرانبها رو به اعماق دریا می‌فرستن. این کشتی تو سال 2011 توسط تیم تحقیقاتی باستانشناسی کشف شد و مجموعه از ابزار جنگی، شمشیرها، سکه‌های طلا، ظروف غذاخوری نقره، جعبه‌های بزرگ از جواهرات سلطنتی و سنگ‌های گران قیمت همگی حاصل این اکتشاف بودند. شماره 7، اتومبیل فراری مدفون شده. تو سال 1978 یکی دیگه از عجیب‌ترین گنج‌های جهان توسط دو کودک پیدا میشه. این دو کودک که مشغول بازی و تفریح تو حیاط خونه‌شون بودن، بعد از کندن زمین متوجه وجود چیز عجیب و غریبی تو زمین میشن. بعد از حفاری یک اتومبیل فراری مدل GTS 246 رو تو عمق 6 متری زمین پیدا میکنن. پلیس بعد از بررسی مشاهدات دریافت که این خودرو متعلق به یک گروه سارق حرفه‌ای بوده که بعد از سرقت گاوصندوق‌های بانک و جواهراتی که تو صندوق امانت وجود داشته برای فرار از قانون اون رو درسته دفن میکنن. نکته جالب اینجاست که این دزدا بد شانس هر سه نفرشون بر اثر سانحه رانندگی کشته میشن. گزینه بعدی، گنج مدفون شده تو تونل مخفی هرم جیزس. اهرام ثلاثه مصر به عنوان بزرگترین گنج های جهان یه تنه گوی سبقت رو از سایر رقبای خودشون رو بودن. کشف ورود به هرم ها با اتفاقات عجیب و غریبی روبرو شد و دفینه های ارزشمندی رو برای باستانشناسان دنیا به ارمغان آورد. اما بعدها تونل مخفی تو هرم جیزه کشف شد که تمام گنج های به دست اومده تا اون زمان در برابرش یه صندوقچه ناچیز به شمار می رفت. پنجمین مورد، گنجینه هرکلیون. به طور قطع کشور مصر بیشترین گنج‌های عجیب و غریب دنیا رو تو دل خودش دفن کرده و فرمانروایان مصری ثروتمندترین انسان‌های کل تاریخ به شمار میرن. بخشی از جزیره‌ای که به شهر مردگان شهرت داشت به مرور زیر آب فرو رفت و تو اعماق نیل دفن شد. بعدها با تفحص توی رودخونه عظیم نیل مجسمه‌های غول‌پیکری کشف شد که همچون تابوت‌های سنگی از مومیایی‌ها و طلاهای تقدیم شده به اونها رو محافظت میکرد. گنجینه آنتیکیتر، یکی از عجیبترین گنجهای کشف شده واقع تو جزیره به همین نام تو یونان تو سال 1900 میلادی کشف شد.
و تصویری جدید از علوم و فنون ستاره شناسی و تقویم به نمایش گذاشت. ابزار پیچیده با مهندسی خارق‌العاده از گونه‌های مختلف وسایل رصد ستارگان، تعیین فصول، ساخت ساعت‌های مکانیزه و جعبه‌های اسرارآمیز نمونه‌ای از کامپیوترهای ابتدایی به شمار میره که چشم جهانیان رو به خودش خیره کرد. گنج سن خوزه. گنج سن خوزه هم یکی دیگه از عجیب‌ترین گنج‌های جهان تو اعماق دریاست که تو سال 1708 توسط کشتی اسپانیایی از کشور کولومبیا در حال حرکت بود که به دلایل نامعلوم ابتدا مفقود و بعدها مشخص شد که غرق شده. خمره‌های پر از سکه طلا که شاید برای در امان موندن از دزدای دریایی در بین خوراکی‌ها پنهون شده بود رو نشون میداد. شاید این موضوع هم جالب باشه که کولومبیا نقش اساسی تو ثروت اندوزی اسپانیا داشته. گنج اس اس گیرسوپا. کشتی تجاری به نام اس اس گیرسوپا که حاصل مقادیر زیادی طلا و پول برای مشارکت تو جنگ جهانی دوم برای بریتانیا ارسال میشد، توسط نیروهای دریایی آلمان تو نزدیکی سواحل ایرلند غرق شد. نیروهای نظامی آلمان هرگز فکر نمی‌کردند که چه گنجینه گرانبهایی رو به اعماق دریا می‌فرستند. بخش زیادی از طلاها از طرف کشور هندوستان در اختیار انگلستان قرار گرفته بود. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.